گر خرد کامل شود انسان نمیبیند زیان گر خرد کامل شود انسان... انسان هر چقدر از عقل و فکر و خرد فاصله میگیره به همون اندازه به خودش زرر و زیان وارد میکنه وقتی دروغ میگی از عقل فاصله گرفتی و طبعات این دروغ مصیبتش دامن شما رو میگیره بیان از اول فروردین تصمیم بگیریم کمتر دروغ بگیم که خلت کامل شود انسان نمیبیند یعنی بدترین دشمن چه باشد آدمی را جز زبان بشینید یه مطالعه کنین راجب این زبانتون چقدر دل شکستید چقدر با این زبان و چرخش زبان در دهان باعث گرفتاری برای خودتون شدید گرگ ها در رندند تکلیفشان روشن ولی وای از گرگی که پنهان است در ذات شبان قبل از آن که دل برنجانی کلامت را بسنج بابا کامنت میخوای بگذاری چرا یه چیزی می نویسی که کسی رو اذیت بشه چرا مثل این خانم زلیل نیک نجادمون یه کاری نمی کنی که طرف از این که اومده اینجا خستگیش در بره قبل از آن که دل برنجانی کلامت را بسنج تیر رفته بر نمی گردد و آغوش کمان وقتی گفتی گفتی رفته تموم شده هرچه بر خود میپسندی را بگو با دیگران هرچه بر خود میپسندی را بگو با دیگران فرق دارد نازنینم نیش جان با نوش جان گر دلی را بشکنی تعریف حالت این شود همچو مرقی که قفس باشد برایش آسمان نزد خالق با منیت من منم هرگز نکن یه قصه براتون بگم تازه ازدواج کرده بودیم و رفته بودیم توی فامیل بزرگ و اینها جوان هم بودیم دلیم میخواست جلو با و فک و فامیل و اینا یه پوزی بدیم خب بزرگمون میرسید یه حدودایی شب عید بود روز سیزده بدر شب قبل از سیزده بدر یا مثلا دوازه هم فروردین همه این فامیل رو جمع کردم و گفتم آقا بیاید با هم بریم مشهد آقا دوازده فروردین مگه بلیط گیر میاد مگه هتل گیر میاد بلا فاصله ما زنگ زدیم به آقای خدا رحمتش کنه ولیان ما ولی ما یه کاری داریم اون هفت اتاق میخوایم خلاصه هتل هایت مشهد اینو گفت آقا پسر مگه میشه فلان بی سال خلاصه نیم ساعت بعد رئیس دفتری زنگ زد که آقا دستور دادن و اتاق برات گرفتیم زنگ زدم دفتر آقای مدیر عامل هواپیمایی ملی زنگ زدم به دکتر عزیزی با این دکتر عزیزی ما نسبتی نداشتن معاون هواپیمایی بودن که آقا مسئول روابط عمومی هواپیمایی بود که آقا ما همچین چیزی رو تا بلیت هواپیمای مشهد میخوایم امروز بریم پس فردا برگردیم آقا مگه ممکنه مگه میشه خلاصه یک به خدا گفت این فامیل میگفتن نمیشه اون میگفت نمیشه مگه میگو من میکنم ولیان هتل رزرو دکتر عزیزی هواپیما رزرو ما این فک و فامیل ایال جمع کردیم و رفتیم فرودگاه و سوار هواپیما شدیم برخی از این دوستانمون اون موقع مثلا فکر کنیم پنجاه سال پیش دیگه همه هواپیما هنوز سوار نشده بودن چند تا از اینا هواپیما سوار نشده بودن آمدیم و سوار هواپیما شدیم این هواپیما رفت 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 رف و مثلا ده دقیقه مونده به مشهد چشمتون روز بعد نبینه این هواپیما دوچار چنان تکونی شد و تکون 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 این مهماندار اصلا افتاد وسط زمین و داد فریاد یا حضرت عباس یا امام رضا تو داخل هواپیما مردم آن خلبان اعلام کرد که ما به ابری یخی برخورد کردیم مجبوریم برگردیم بیاییم فرودگاه مهرآباد هواپیمایی که آقای شهرام همایون با منم منم کردن دوازده فروردین بی هواپیما گرفته هتل هایی گرفته سرش رو کش کرد برگشت اومد فرودگاه مهرآباد وقتی رسیدیم تو فرودگاه مهرآباد همه مسافرها پیاده شدن وقتی پیاده شدیم بلنگو اعلام کرد که مشکل هوایی رفع شده مسافرای تهران مشهد دوره برگردن تو هواپیما همه سوار هواپیما شدن الا ما دوازده نفر چون چند من واقعا یعنی هواپیما گو طبیعت به ما گوه ما خیلی منم منم کردی فکر کردی دنیا فقط ولیان و ازی و فلان این حرفا گوش ما رو کشید از گرد تا دم مشهد برمون گردون پیاده کرد تا دیگه فکر نکنیم کسی هستیم نزد خالق با منیت من منم هرگز نکن ما کجاییم نقطه‌ای در ناو کجای کهکشان